شاید یه جور دیگه دید، قصه را از نو بنویس. یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کسی نیست. از نردبون آسمون بالا برو ستاره باش، نشون بده که عاشقی، منتظر اشاره باش. خودی توی مشکلات این همه دست و پا زدی، قصه نخور مشیعه ای، ما اسم اعظم بلدی. غنیمت فرصت آم لحظه ی ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. غنیمت فرصت آم لحظه ی ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. سلام بر بانوی یاد، سلام بر بانوی احساس، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام بر یکی یک دانی خداوند، سلام بر ارباب خوبی ها، آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر حرم غیرت، ارباب آب و ادب، آقای وفا، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. سلام بر بانوی زینت آل الله، زینت پدر حضرت زینب سلام الله علیها. سلام بر شاهزادگان عالم، فرزندان آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر فرشتگان و مقربین درگاه امن عشق، سلام بر اولیا و انبیا در حضور عشق، سلام بر یاران و حبیبان آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر کربلا، سلام بر کربلا، تربت پاک و زیبا. سلام بر بین الحرمین، سلام بر بین الحرمین که دشت بهشت است، دشت آلال هاست، پر از عشق است، پر از مهربانی. سلام بر بین الحرمین که پر کرده است خود را از وفا و مهربانی و عیسی. سلام بر زائران آقا امام حسین علیه السلام.
سلام بر خادمان آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر آقای احساس. سلام بر آقای احساس، آقای منتظر، آقای انتظار، آقای تنهایی. آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف. میبرم روی شونه تابوتت رو شبونه، غریبونه غریبونه غریبونه، مثل ابر بهارم همه دار و ندارم، نرو یارم نرو یارم نرو یارم، داره میتاب ماه گردون رو صورت سرد ماه من، سیاه پوشیدن آسمونا به سفیرن سیاه من، رحمی به دل پریشونم، رحمی به یتیمای خونم، رحمی که بی تو نمیتونم 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 زنده بمونم، به غریبی حیدر رحم کن، به غریبای مادر رحم کن، به غریبی حیدر رحم کن، به غریبای مادر رحم کن، رحمی 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 به دل پریشونم، رحمی به یتیمای خونم، رحمی که بی تو نمیتونم 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 زنده بمونم. تیره و تاره دریق از یه ستاره، غم میباره غم میباره غم میباره، توی سوز زمستون میشورم زیر بارون، تن بی جون تن بی جون تن بی جون، فرشته ها رسیدن از راه خونه علی قیامته، آماده بشین برای تشی اگه دیگه کوچه خلوته، رحمی نرو رازی نمیشم، رحمی چرا میریز پیشم، رحمی که عدو زده نیشم زده نیشم زده نیشم تیشه بریشم، به غریبی حیدر رحم کن، به غریبای مادر پریشونم، رحمی به یتیمای خونم، رحمی که بی تو نمیتونم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلامی به وسعت آسمان، به آبی کهکشان، خدمت شما مهربونها، شمایی که الان بیننده شبکه جهانی آقا امام حسین هستید، همینجا
در ابتدای برنامه دست بر سینه میذارم، سرخم میکنم که شما هم در این شب، شب پر از نور، شب پر از عشق، مهمان این فضا، مهمان این مکان باشید. خوبان من، خیلی خیلی خوش آمدید و من برای شما نایب و زیاره خواهم بود در هر کجای این کره خاکی که هستید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا الفضل عباس. بسیار بسیار خوشحالیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم. امشب شب جمعه، شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. جای شما در این مکان، در این فضا بسیار خالی است. ای کاش حضور داشتید که الان حضور دارید در این مکان، در کنار بین الحرمین. فضا بسیار زیباست، مردم، این عاشقان حضور دارن، حضور دارن فرشتگان، حضور دارن عاشقان، حضور دارن خادمان، حضور دارن همه اینجا حضور دارن و دست به سینه سرخم میکنن و ادا و عزای خود رو نسبت به آقا امام حسین علیه السلام، همچنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام ادای احترام میکنن. از ما هم انشاءالله که بپذیرن و ما خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و همه شیعیان جهان این مصیبت عظما را تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خوبان من، شما که همراه ما هستید، شمایی که به ما لطف میکنید، مهربونی هاتون رو برای ما میفرستید، بسیار سپاسگزار و ممنون دار شما خوبان هستیم. باز هم با ما در ارتباط باشید، دلنوشته ها، عاشقانه ها و هر آنچه را که فکر میکنید، احساس میکنید باعث میشه اینجا حضور پیدا بکنید، برای ما بفرستید. ما دست به سینه در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان خوبم، امشب براتون ویژه برنامه‌ای ترتیب دادیم که انشالله بتونید از این ویژه برنامه بسیار استفاده بکنید و لحظات قشنگی داشته باشید. با ما همراه باشید. سلام ای غایب بینشان، ای بهانه تمام گریه هایم، ای آقای ندیدم. امشب دلم دوباره بیقراری می کند، امشب دلم دوباره بیقراری می کند. ستاره می شمارد و سراغت را از ماه میگیرد، اما گلهای باغچه که بیقراریند، اما گلهای باغچه که بیقرارند و در دلم جوانه میکنند و جوانه میکنند، با آنها چه کنم؟ مولای من، قنچه های بیقرار دلم را میبینی؟ به جای ماه جواب میدهند،
ما عمریست هر بهار به امید آمدنش خدا رایی و اطرافشانی میکنیم، ولی با آمدن پاییز عمر ما بر سر می آید و نمی آید. دوباره دلم ستاره می شمارد، ماه را می نگرد، گلهای باغچه را می بوید و می پرسد چرا دردهایم را درمانی نیست؟ چشمهایم بارانی است، قلبم شکسته است، تو ای مهربان مولای عالم پس چرا نمی آیی؟ مگر نه اینکه آمدنت گلهای یاس و اطلسی را برای ما به ارمغان می آورد؟ مگر نه اینکه نگاه نازنینت نابترین لحظه ها را نصیب دل شکسته ها می کند؟ مگر نه اینکه دست شفا بخشد تمام گریه ها را می خنداند؟ پس چرا نمی آیی؟ چرا عمریست ما را در حسرت یک لحظه دیدار جمال دل رو باید گذارده ای؟ مولای من نگاهی مهربانانه از تو میخواهیم در این شب، در این لحظات، در این فضا. نگاهی مهربانانه از تو میخواهیم و امیدمان آن است که این صبح آدینه پشت بر کعبه زنی و بگویی انا بقیت الله، منم فرزند سار الله، مولای مهربانم ما اینجا منتظریم و عاشقان ترین لحظات من را تقدیم تو می کنیم. فصل عاشقی، دفتر 35. بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی، ابو صالح توی که ملک فقیرته، تویی که دلا اسیرته، ابو صالح تویی که ملک فقیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته. خیلی خوش آمدید به مثبت زندگی. از اینکه مهمان خانه های گرم شما هستیم بسیار خوشحالیم، از اینکه ما رو به خانه های خودتون راه دادید و اینکه برنامه ما رو برای دیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. اینجا ما نایب و زیاره تک تک شما خوبان هستیم در این لحظات، لحظاتی که حضور دارند فرشتگان، حضور دارند اولیا و انبیا، حضور دارند 14 نور مقدس. امیدوارم که شما هم در این لحظات
در کنار ما باشید و در این فضا حضور پیدا بکنید که مسلماً حضور دارید. دوستان خوبم، همونطور که خدمت شما خوبان گفتم، امشب ویژه برنامه‌ای داریم که میخوام شما رو ببریم به مهمانی. امشب میخوایم شما رو ببریم به مهمانی عشق، به مهمانی عشق، به مهمانی لحظات ناب دوست داشتنی که میدونم دوستش دارید. امشب میخوایم بریم بهشت، میخوایم درب بهشت رو باز کنیم و بعد من شما رو ببرم به مکان دیگر، به جای دیگر، به استدیوی دیگر. در حقیقت میخوایم امشب بریم و مهمان آسد حسن موسوی عزیز، دوست خوبم، بشیم در استدیوی سفره عشق و انشاءالله اونجا لحظات قشنگی رو بتونیم برای شما مهیا بکنیم، لحظاتی که پر باشه از عشق، پر باشه از مهربانی و پر باشه از همه اون چیزهایی که شما دوست دارید. من اونجا برای شما یک هدیه ویژه دیگری هم دارم که حتما نشونتون خواهم داد و حتما هممون با هم دیگه ازش لذت خواهیم برد. پس بفرمایید ابتدا درب بهشت رو باز میکنیم و بعد انشالله با هم دیگه میریم به استدیوی سفره عشق در کنار آسد حسن موسوی عزیز. بفرمایید، بفرمایید بهشت، بفرمایید خوش آمدید. اینجا دشت بهشته، اینجا سرزمین آلاله هاست، اینجا حضور دارند فرشتگان و ملائک. آهسته گام بردارید، آهسته گام بردارید که بالهای فرشتگان رو یه وقت آسیب نزنید. سوار بر دلهای عاشقتون بشید، سوار بر کبوترهای دلتون بشید و بیاین پرواز عاشقانتون رو شروع بکنید. بفرمایید، بفرمایید عشق، بفرمایید مهربانی، خوش آمدید. زیر باران دوشنبه بعد از ظهر اتفاقی مقابلم رخ داد. وسط چه ناگهان دیدم زن همسایه بر زمین افتاد، سیب ها روی خاک غلطیدن، چادرش در میان قبلنی صحنه را نمیدانم، در من انگار میشود تکرار. رسید از راه گفت آرام باش، چیزی نیست بگمانم، فقط کمی کمرم، دست من را بگیر یا
گریه نکن مرد، گریه نمی کند پسرم، چادرش را تکاند با سختی، یا علی گفت و از زمین پاشو. پیش چشمان بی تفاوت ما ناله هایش فقط تماشا شد. صبح فردا به مادرم گفتم گوش کن، این صدای روز یکی آخرم نزار. دلت میاد بری زهرا، علی تنهای تنهاشه، نتونه بعد تو حتی دیگه از رو زمین پاشه. چه دستامی آخه قوت زانومی، تو با هر چی که بود ساختی خدایی خیلی خانومی. آخه تکیه که جون خدا هی صدای خندتم، بابت اون روز پشت در، به خدا من شرمندتم. کابوس تلخ مردی که شاهد میخ در میشه، واسه این که با من هستی. سلام علیکم آقا سید حسن عزیز. خیلی خوش اومدید. یا حسین اجازه بدید من کفشامو اینجا در بیارم. یا حسین مظلوم صلی الله علیه. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. بزرگواری فرمودید.
لطف فرمودین انجام وظیفه پذیرفتین در این فضای قشنگ. خودتون خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. یا علی. خیلی خیلی خوش آمدید به استدیوی سفره عشق. ما اینجا مهمان اسد حسن عزیز هستیم که لطف فرمودن. قربونتون برم. لطف فرمودن و پذیرفتن امروز در خدمتشون باشیم و اسد حسن اول قربون شما برم. زنده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت صاحب عالم حضرت بقیت الله ارواح و ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم و یکایک شما بینندگان رو ادب و احترام دارم. اجازه بدید تسلیت و تعزیت عرض بکنم خدمت عزادار حقیقی حضرت بقیت الله و یکی یک شما بینندگان محترم که با شبکه جانی امام حسین علیه السلام همراه میشید. برنامه مثبت زندگی است و بنده هم آمدم تا در این لحظاتی که جناب آقای مسائلی خدمتگزار آستان اهل بیت هستند و افتخار نصیبشون هست، منم چند دقیقه اسم خودم رو بنویسم. خیلی بزرگوار. خواهش میکنم. اگر که طبق معمول همه برنامه ها سلامی بدیم از طرف بیننده ها و از طرف هر کسی که صدا و تصویر ما رو در هر جای این کره خاکی که هست میشنوه و میبینه، سلامی بدیم خدمت آقا امام حسین و همچنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. موفق هستید، بفرمایید. من حرف شما رو زمین نمیگذارم ولی میدونم یه تحفه خوبی برای من. بله. خواهد این رو تقدیم بکنیم. با این حال هوا میدونم عوض خواهد شد و فضای برنامه اون وقت سلام لذت دیگه. خدمتتون عرض بکنم، من میخواستم بذارم بعد از سلام، حالا دیگه شما سورپرایز رو. اما دوستان خوب، این هدیه‌ای که می‌بینید بسیار ارزشمند و بسیار دوست داشتنیه. از یک جای بسیار دور آمده و بسیار مقدسه. من به نیابت از همه شما این تحفه بسیار ارزشمند رو می‌بوسم و از اسد حسن عزیز می‌خوام که کمک کنن بازش بکنند و آرام آرام برای مردم توضیح بدیم که این چیه. این پرچمیه که بر روی قبر مطهر حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه هست، یعنی دور زری و دور اون قبر مبارک. این پر از عشق، پر از مهربانیه، پر از لطافت و پر از لحظات ناب و دوست داشتنی. اسد حسن چه حسی پیدا کردی؟ امشب که شب جمعه است و خود خواهر اومده به دیدن برادر، با اومدن این هدیه حس حضور بیشتری دارم و فقط غبطه میخورم که چرا تا الان هنوز نتونستیم اون سرزمینی که فقط به انتظار دیدن برادر بی یک سال و اندی رو شاید کمتر حتی توش تونست تحمل بکنه. چرا؟ چون هر کجا از اون سرزمین رو میرفت در شام یادآور خاطرات تلخی بود که او رو وارد چه مجالسی که نکردند، خاندان پیغمبر رو کجا که جا ندادند، در خرابه‌ای که نه در سرما در امان بودند و نه از آفتاب. ولی باز عشق او بر این بود که پس از یک سال و نیم میتونه به دیدار برادرش نائل بشه. الحمدلله. این بویی که بر این پرچم هست و به خاطر حالا عطرهایی که زدن بهش بوی عاشقی میده. بوی یک لیلی و مجنونی که ممتاز در دنیا و نظیر نداره. میخواستم همین رو خدمت شما دوستان عرض بکنم که اصلا یک بوی بسیار خاص و دوست داشتنیه، یعنی حقیقتا عطرش این فضا رو پر کرده و ای کاش بودین، حضور داشتین و این بو رو حس میکردین. انشالله به مشامتون رسیده. اسد حسن بسم الله. دلهای عاشقتون رو روی دست بگیرید در شب جمعه و بریم به سمت حرم کسی که امشب همه آمدند، هم به زیارتش هم به سرسلامتیش. او رو به مظلوم و
به تنهایی و غربت آشناس برای شما. امشب طعم بی مادری رو هم داره میچشه. خیلی اطاله کلام نکنم، وقتمون محدوده و روال برنامه هم به هم نخوره. اگر آماده اید با دیدن گنبد حرم آقا سید الشهدا، میدونم دیگه هیچ اضافه گویی نخواهد و نیازی نداره، فقط کافیه یه کسی یه گوشه‌ای بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالم، سرت سلامت آقا، سرت سلامت آقا، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، اگر به روایت امروز روز شهادت باشم ای ابی عبدالله، صورت کف پای مادر میسایید و میفرمون مادر من حسینم جواب منو بده، الان قلبم آب شد، میخوام بگم قربون اون قلب نازلین تا آقا، السلام علیکم و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و بالنهار، شمایی که اومدید سر سلامتی بدید، تسلا بدید به دل حسین، دیگه کسی آروم نگیره هر کجا از نی، السلام علی حسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اگه بخوام بگم امشب دلاتون رو پر بدید، باید بگم یه سرم با هم بریم مدینه، جا داره والا جای رفقامون خالی، آجلی های پاک دامن تا دیشب، حاج اسقر آقا الحمدلله میدونم رزقشون وسیع بوده، من چند خط ادای دین بکنم، انشالله امشب هر کی دلش شکست با تمام وجود میگم پشت اون دیوارای بقی ببینم داره ناله میزنه، هرچند نمیگذارن اونجا راحت گریه کنی. محمد آقای مسائلی رفته اون فضا رو دیده، ببین داره چوناش میلرزه چون الان میفهمه.
پس تا میتونی اینجا گریه کن بر اون بانویی که حتی همسایه ها اجازه ندادن راحت گریه کن. ای غریب مادر، همچون قطرم دوست خدمت بخونم، خودش با دلت بازی میکنه. دستم به دریا میرسم، هرچند همچون قطرم، دستم به دریا میرسم، بسیار ناچیزم ولی نسلم به زهرا میرسم. نه فقط بچه سیدا، امام باقر فرمود هر کس محبت مادر ما تو دلش باشه جزء بهارم مادر ما. امشب زانواتو بغل بگیر، مثل یتیمای خونه علی تو هم بگو های مادر. آی ما بر درگاه او، بر درگاه احسان او، من یکی مهمان او، او را چه غم گر سائلی هر دم زهر جا میرسم. او بیکران بحر عطاس، به به از خاندان العطاس، بر کافران هم فیض او در دار دنیا میرسد. او مؤمنان را مادر است، لطف خدا را کوثر است. با این همه سائل یقین هنگام عطا او میرسد. این یه بیتش خیلی شیرینه، آی بنده ها، هر کس به اون مأنوس شد شیطان از اون مأیوس شد، زیرا برات عفو او آخر به امضا میرسد. تعبیر روایت اینه، روز محشر میاد خانم این مرغی که دانه از زمین بر میداره، یک یک محبینش رو جدا میکنه. بی بی جانا خانم جان، امشب اومدیم بگیم ما هم دوستتون داریم، ما برا حسینت سال هاست گریه میکنیم، نکنه ما رو یادتون بره. بی بی جانا وقتم کمه، دو خط از زبون اون کسی امشب روزه بگم، هر کی تو عالم زمین میخوره نام او رو میبره، هر کی گره به کارش میفته او آقا رو صدا میزنه. اما نمیدونم چی شد امشب خودش داره ایرو میزنه، گرنگوشای عالمه. خیلی ها گرفتن از کی میخوام بگم. گرنگوشای عالمه ولی خودش امشب گره به کارش افتاده. بهش را مبره
التماس علی تو دست خطا برای بی کسی من به ما بانو به جان دختر مظلومت مرا از دست بسازش که یتیمانه را بانو لطیف بگر کجا میخوای بری زهرا جا انو بچهات گوجی گر اینا مادر میخوا ای وای بی بی جان برای ببین علی داره امشب رو میزنه التماس میکنه برای قربت من به لب جان آمده برخیر به دال که قربت من بعد از توست بانو هر جنگ تو بستر افتادی دلم خوشه اما تو بری دیگه من تنها میشم بمان برای همیشه همیشه یارم باد من هنوز قریب وطنم بدان بانو یادت گفتی علی شنیدم کسی سلامت نمی گفت آها جونم به این دریا میخوام بگم خانومم خبر نداری من علی سلامشون می کنم جوابم هم نمی دم قریب آقا کلاممو جمع کنم یه خط نمانده هیچ برایم که یک کفن بخرم جای ختم و رسول بر تو ارمغان بانو آق زهرا جان دار دنیا آخر آمد به سر علی آنچه را انتظار نداشت یه وقتید باید بگه از ما بریزا بروا بر جسم زهرایم هر جوری بود غسل و داد تن و کفن خلاصه کنم بدن آباد کنار گودال چه کنه رسمینه یکی داخل گودال یکی از بالا بدن و وارد گودال کنه ای غریب علی جا زینب که چار پنج ساله حسنن که خود ساله دیگران که محرم نیستن چگونه ای وا اینجا علی گره به دستان جبدا حیران مون مردم یه وقتی دو تو دست شبیه دستای پیغمبر چنای فهما فهمیدن یعنی علی جان امانتم رو برگردن آماده ای کربلایی نمیشه از در خونه حسین جایی دیگر یه روزم ابی عبدالله تو کربلا اقرار شد خدا جواب مادرش رو چی بدن چطوریه که و تنها تو گودال بذارم
گرفتی کجا رو دارم میگه؟ اون جایی که دشمنم گریان شد، اون وقتی که عبا روزن رو علیش کشید، خدا علی ما برده بودم سیراب کنم، حیران چه کنه اینجا از عالم بالا به داد حسین رسیدن، فرمودن علی تو را کن، مادر بهش برای او مرزه ای قرار دادی ای حسین، حسین حسین رفتیاب قربت به جان من افتاد، دگر خنده ها بر لب دشمن افتاد، وای زهرا زهرا. طیب الله طیب الله. امیدوارم که این لحظات زیبا رو ازش استفاده کرده باشین. من از پخش محترم خواهش میکنم اگر امکان داره به ما وقت بدن، چون دوستان من میگن که خبر رو ببینیم برگردیم اگر امکان داشته باشه، اگرم نداره که باز به ما خبر بدین که اگر قرار خبر رو بریم خبر رو بریم برگردیم که ادامه بدیم، وگر نیست که همینجا خداحافظی بکنیم، چون وقت بسیار یعنی بعدش بعد خبر به ما وقت نمیدین. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. میخواستم عکس پیرغلام امشب رو هم نشون بدم، اگر که برین به فضا که چون قول دادیم به مردم، بله خادم الحسین علیه السلام مرحوم دکتر حاج عبدالصاحب پاینده کربلایی، خداوند روحش رو قرین رحمت و مهربانی خودش بکن. آقا سید عزیز خیلی سپاسگزارم، تمنا میکنم. نه خیر، اصلا صحبت ها چیه؟ خیلی انشالله. میخواستیم پیام هاتون رو بخونیم ولی متاسفانه دیگه فرصتی نداریم، انشالله که باشد بتونیم در روزهای دیگر انشالله انجام وظیفه بکنیم و از خجالت تک تک شما بزرگواران در بیاییم. البته بدونن تمام کسایی که امشب خاصه پیام دادن ما نایب زیارشون خواهیم بود و همین فضا اسم همشون ثبت شد. بله مسلمه، هر شب هر شب ما نایب زیاره همه شما خوبان هستیم. من این قول رو دادم و تا زمانی که حضور داشته باشم در خدمت آقا امام حسین علیه السلام این کار رو میکنم، با افتخارم این کار رو میکنم. دوستتون داریم. آسید حسن شما صحبت پایانی. از خدا بهترین ها رو براشون تمنا میکنم. انشاءالله کربلا خیلی زود تو فاطمیه دوم، هرچند تلاقی داره با ایام ناشدن سال، ولی انشاءالله تو کربلا باشن و تحویل زندگی و تحویل وجودشون رو با آقای امام حسین انشاءالله. و ما هم خدمت بزنیم. دعامون کنید. با کدوم دوربین؟ دعامون کنید، دعاتون میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدارشون. غیر از خدا هیچ کسی نیست، از نردبون آسمون بالا برو ستاره باش، نشون بده که عاشقی، منتظر اشاره باش. خود توی مشکلات این همه دست و پا زدی، نخور مشیعی ما اسمازم بلدی، غنیمت فرصت آم لحظه ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی، غنیمت فرصت آم لحظه ناب بندگی.